سر خط خبرها. The question is, the question is, the radical left, will you shut up, man? دوئل پرتنش دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا، ترامپ و بایدن در نخستین مناظره رو در روی هم قرار گرفتند. سفر زلمه خلیلزاد به قطر برای پیشبرد روند صلح در افغانستان، آیا گره مذاکرات باز خواهد شد؟ ادامه نبرد بیامان در منطقه قره‌باغ، گزارش‌ها از بکارگیری شبه نظامیان خارجی به نفع جمهوری آذربایجان حکایت دارد. برای باشگاه استقلالی که نگاه 30 میلیون هوادار به ساق این بازیکنه، بعده که بازیکن من با خودش قلیون ببره. و بحران در تیم فوتبال استقلال، احمد سعادتمند مدیرعامل باشگاه برکنار شد. سلام، خوش آمدید به اولین بخش خبری زنده امروز 9 مهر ماه برابر با 30 سپتامبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. من پریزاد نوبخت هستم. کارزار انتخاباتی در آمریکا با مناظره تلویزیونی دو رقیب اصلی وارد مرحله جدیدی شد. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه و رئیس جمهوری فعلی روی رقیبش جو بایدن از حزب دموکرات قرار گرفت. در مناظره تند و طوفانی که 1.5 ساعت طول کشید و موضوعات متعددی در آن مطرح شد، از عملکرد آقای ترامپ در برابر شیوع کرونا تا اقتصاد آمریکا و نظام بهداشت و درمان. آنها با الفاظ تند و تیزی همدیگر را خطاب قرار دادند و بارها حرف همدیگر را قطع کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از هادی نیلی، خبرنگار ما در واشنگتن. تا اینجای فصل انتخاباتی آمریکا، این مهمترین لحظه کارزارهای دو نامزد اصلی بود که بی واسطه رو در روی هم ایستادند، یا شاید درست‌تر باشد بگوییم پنجه به پنجه هم. 1.5 ساعت مناظره پرتنش که از همان نخستین دقایق متشنج شد. اینجا نیومدم که دروغ‌هاش رو معلوم کنم. همه میدونن این دروغگوه. فقط میخوام مطمئن بشم که تو دروغ میگی. توی کلاست آخر شدی، اول نشدی. آقای رئیس جمهور، میشه بذاری طرفش رو تموم کنه؟ نمیدونه چی کار کنه. سراغ آدم اشتباهی اومدی در شب اشتباهی و در یک زمان اشتباهی. مسئله اینه که همین الان چپ‌ها رو از دست داد. کسی میدونه این دلغک چی کار میکنه؟ میشه خفشی؟ دو نامزد به خصوص دونالد ترامپ چند برابر آنقدر در حرف همدیگر پریدن که مجری کارکشته فاکس نیوز بارها ناچار شد صدایش را بلند کند تا بلکه بتواند نظم جلسه را حفظ کند، که ناکام بود. فکر کنم خدمت بهتری به کشور شده باشه اگه به هر دو نفر اجازه بدیم حرف بزنن با قطع شدن‌های کمتر. از شما درخواست میکنم آقا. اون هم همینطور؟ خب راست، شما بیشتر حرفیشون رو قطع کردید. باشه، ولی اون هم خیلی قطع کرد. نه، کمتر از شما. دونالد ترامپ یک جا گفت که در واقع دارد با مجری مناظره میکند. رئیس جمهوری آمریکا تلاش میکرد از عملکرد اقتصادیش دفاع کند. مسئله ای که نزد افکار عمومی آمریکا برایش یک نقطه مثبت است. وقتی بازار سهام بالا بره، این یعنی شغل، یعنی صندوق بازنشستگی. اگر تو یه روزی رئیس جمهور بشی، با فکرهات میخوای قانون مالیاتی من رو منحل کنی. در اون صورت بازار خراب میشه. نصف شرکت‌ها که ریختند اینجا میذارن میرن. و خیلی دیگه از شرکت‌ها میرن جاهای دیگه. بعد از ماه‌ها اعتراض‌های گسترده به برخوردهای نژادی و ناآرامی و خشونت در برخی شهرها، این مسئله هم در مناظره مطرح بود. یه بی‌عدالتی سازمانی در این کشور هست، در آموزش، در اشتغال و در نیروی انتظامی و نحوه اعمال قانون. ولی ببینید، اکثریت بزرگی از مامورای پلیس مردا و زنای خوب، شریف و محترمی هستند. جونشون رو هر روز برای مراقبت از ما به خطر میندازن، ولی آدم‌های بد هم هستن و باید ازشون حساب کشیده بشه. حرف به گروه‌های نژادپرست که کشید، با وجود پرسش مکرر مجری مناظره، دونالد ترامپ باز هم از محکوم کردن صریح چنین گروه‌هایی تفره رفت. من میگم تقریبا هر چی که می‌بینم از چپ افراطیه، نه از راست افراطی. خب چی میگی؟ حاضرم هر کاری بکنم. میخوام آرامش باشه. پس انجام بدید. آره، بگو. میخوای بهشون چی بگم؟ یه اسم بده، یه اسم بده. معتقدان به برتری سفیدها و شبه نظامی‌های دست راستی. روح پراد بویز، عقب بایستید و منتظر بمونید. ولی بهتون میگم چی؟ یکی باید یه کاری درباره آنتیفا و چپ‌ها بکنه، چون این مشکل از راست افراطی نیست.
طبق نظرسنجی ها فقط چند درصد گفته بودند این مناظره ممکن است بر نظرشان تاثیر بگذارد. با این حال ده ها میلیون نفر آن را تماشا کردند و چه بسا که از نظر شمار بینندگان رکورد هم شکسته باشد. تا اینجا در نظرسنجی ها جو بایدن از دونالد ترامپ وضعیت بهتری داشته. رئیس جمهور آمریکا در این مناظره هم باز حاضر نشد بگوید نتیجه انتخابات را میپذیرد، آرای پستی را زیر سوال برد و گفت حتی ممکن است تا ماه‌ها بعد از انتخابات نتیجه معلوم نشود. ولی رقیبش جو بایدن از رای دهندگانش خواست که امیدوار بمانند. حاضر بشید و رای بدید. شما نتیجه این انتخابات رو معلوم می‌کنید. رای بدید، رای بدید، رای بدید. اگه میتونید در ایالتتون رای زود هنگام بدید. اگه میتونید حضوری رای بدید. هر طور که براتون بهتره رای بدید. چون این نمیتونه نظر شما نتیجه انتخابات رو تعیین کنه. مناظره همچنان در فضای متشنج و پاره پاره‌ای پایان گرفت. شاید تجسم وضعیتی که رای دهندگان آمریکایی با آن مواجهند. جهان سیاسی دو قطبی، دو نفر که درباره هیچ چیز، مطلقاً هیچ چیز نقطه اشتراکی نشان نمی‌دهند و حتی اعمال توافق‌های قبلی درباره زمان صحبت کردنشان هم کار پرچالشی است. هواداران هر یک نامزد خودشان را پیروز می‌بینند. از جمله در یک مهمانی هواداران دونالد ترامپ در شهر کیتی، ایالت تگزاس. ترامپ بایدن رو پاره پوره کرد. بایدن اصلا نمی‌فهمید چی داره میگه. بعد اون به رئیس جمهورمون چند دفعه میگه ساکت. مسخره است. و اینجا در پایتخت آمریکا که اغلب اهالی شهر حامی دموکرات‌ها و نامزد این حزب جو بایدن هستند. من میگم بایدن تونست به خودش مسلط بمونه. خیلی بهتر از ترامپ. ولی به نظرم هر دو نامزد میتونستن بهتر از این عمل کنن. دو مناظره دیگر بین دو نامزد اصلی انتخابات باقی مانده و یک مناظره هم بین همپاهای انتخاباتیشان که در صورت پیروزی معاون رئیس جمهور می شوند. هادی نیلی، بی بی سی، واشنگتن. خبرنگار ما بهمن کلباسی از نیویورک با ماست. بهمن، تو واکنش‌ها رو هم دنبال کرده بر خود مناظره. واکنش‌ها تا الان چه بوده؟ اون چیزی که برش متفق القول بودن بسیاری از ناظران دقایقی بعد از پایان این مناظره این بود که موجب آبروریزی و سرفکندگی شد مجموعه این مناظره، به خاطر اینکه رای دهنده‌ای که آمده بود ببینه برنامه این دو نامزد چیست، چیزی نشنید جز اینکه به هم حمله کردند و مکرر تو حرف هم دیگه پریدن و سبب شد که حتی یک جمله و چند جمله ساده رو هم مخصوصا آقای بایدن نتونه بگه، به خاطر اینکه حرفش قطع می‌شد و همچنین آقای ترامپ هم مکرر از این شاخه به اون شاخه پریدنش و مجموعه نوع برخوردشون سبب شده بود که بسیاری معتقد باشن که این رویاروی سیاسی برای رای دهنده حاصل چندانی نداشته، برای اینکه نمیتونست بفهمه که دقیقاً اگر برای اولین بار میخواست بفهمه که چه کسی چه برنامه‌ای داره و آیا بین این برنامه‌ها کدومش رو بیشتر میپسنده، این نتیجه مطلوب رو براشون نداشته. ولی فراتر از اون صحبتی که خیلی در خود واکنش آقای ترامپ میشه دید در شبکه اجتماعی توییتر این است که عصبانی است از مجری جلسه، هم چند بار ریتوییت کرده کسانی رو که توی شبکه اجتماعی توییتر به مجری جلسه آقای کریس بایلز که اتفاقا از شبکه فاکس هست که در مجموع از آقای ترامپ حمایت میکنه حمله کردند و او رو متهم کردند که بی‌طرفی لازم رو نداشته و نوع اداره جلسه‌اش رو به شدت زیر سوال بردند. یه عکس هم آقای ترامپ منتشر کرده که نوشته من علیه بایدن و مجری، یعنی اون دوتا با هم متحد بودن در برابر من. و صحبت این که آیا کدومشون در نهایت برنده شدن، یه سری نظرسنجی‌های بلافاصله انجام میشه که همشون نشون میدادن که دیشب دست کم نشون دادن که آقای بایدن دست بالا رو داشته، ولی حتی اگر هم که کسانی هستن که بگویند این در واقع مساوی بوده و هیچ یک از این دو طرف برنده بیرون نیامدن، این باز به نفع آقای بایدن و در مجموع حساب بشه که چون در نظرسنجی‌ها همین الان جلوس و این آقای ترامپ بود که نیاز داشت معادلات رو تغییر بده و دیشب این معادلات تغییر نکرد. متشکرم از توضیحاتت بهمن کلباسی، همکارم از نیویورک با ما. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید بازرسانش به دومین محل در ایران که مشکوک به داشتن فعالیت‌های هسته‌ای در سال‌های گذشته بوده دسترسی پیدا کردند. آژانس به نام این دو مرکز اشاره‌ای نکرده، اما گفته که ممکن است 17 سال پیش در آنها فعالیت‌های هسته‌ای مخفی صورت گرفته باشد. این دو محل نزدیک آباده و تهران هستند. ایران بعد از 7 ماه مخالفت ماه گذشته اجازه بازرسی از این دو محل را به آژانس
آژانس داد. به دنبال افزایش شیوع کرونا در ایران، وزارت بهداشت خبر داده که به دنبال تعطیلی یک هفته‌ای بعضی از استان‌ها از جمله تهران و دورکاری در این استان است. به گفته این وزارتخانه 26 استان در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار دارند. طبق آمار رسمی در شبانه روز گذشته نزدیک به 3600 بیمار جدید در ایران شناسایی شدند و 183 نفر هم جانشان را از دست دادند. ده‌ها فعال سیاسی و مدنی ایرانی و خارجی در بیانیه‌ای با نگرانی از وضعیت جسمی نسرین ستوده، وکیل زندانی حقوق بشر، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند که به حبس او و سایر زندانیان سیاسی پایان دهند. نویسندگان این نامه با اشاره به شیوع کرونا و آزادی مشروط بعضی از زندانیان متهم به اختلاس نوشتند که حکومت ایران زندانیان سیاسی را در شرایط نامناسب نگه داشته و آشکارا در معرض خطر مرگ قرار داده. نسرین ستوده که برای آزادی زندانیان سیاسی بیش از 6 هفته اعتصاب قضا کرده بود، هفته گذشته به دنبال وخیم شدن شرایط جسمیش اعتصابش را شکست. نایب رئیس انجمن داروسازان ایران میگوید واردات واکسن آنفولانزا به علت تحریم‌ها و موانع پرداخت وجه به شرکت‌های تامین کننده به مشکل خورده. علی فاطمی در مورد عرضه این واکسن در بازار آزاد هم هشدار داده و گفته که ممکن است در شرایط استاندارد نگهداری نشوند یا آب مقطر را به جای واکسن بفروشند. وزارت بهداشت تا به حال فقط حدود 2.5 میلیون دوز واکسن آنفولانزا برای گروه‌های آسیب پذیر وارد کرده. بیش از یک هفته است که مذاکرات گروه‌های تماس هیئت‌های مذاکره کننده صلح افغانستان در قطر به نتیجه نرسیده و اختلافات بر سر دستورالعمل مذاکرات همچنان باقی است. همزمان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به قطر رفته. به نظر می‌رسد که این سفر برای میانجیگری بین دو هیئت انجام شده باشد. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. بار دیگر حضور یک مقام آمریکایی در میانه جنجال بین افغان‌ها. با ادامه اختلافات بر سر تعیین کارشیوه مذاکرات صلح افغانستان، زلمه خلیلزاد وارد قطر شده. او گفته به منطقه رفته تا با طرف‌های دخیل درباره مذاکرات صلح به مالکیت و رهبری افغان‌ها و چشماندازهای افزایش ارتباط منطقه‌ای، تجارت و توسعه پس از توافق صلح گفتگو کند. به گفته او انتظار می‌رود که این مذاکرات به سوی تهیه یک نقشه راه برای آینده سیاسی افغانستان و آتش‌بس دائمی و همه‌جانبه منجر شود. بیشتر از یک هفته است که از دوحه خبر خوشی برای افغان‌ها شنیده نمی‌شود. مدت کوتاهی پس از مراسم افتتاحیه، اختلاف نظر بر سر دو مورد از کارشیوه مذاکرات صلح، این روند با کندی روبرو شده و حالا باید منتظر نشست که زلمه خلیلزاد چه می کند. در حسب زلمه خلیلزاد هم دوحه سفر پیل کرده. آقای زلمه خلیلزاد به دوحه سفر کرده. امیدوار هستیم که این سفر کارها را سرعت بخشد و کمک کند که سکتگی بین دو طرف مذاکره کننده از بین برود. در پاکستان، عبدالله عبدالله، رئیس شورای مصالحه ملی، با عمران خان، نخست وزیر پاکستان دیدار کرده. نشانه ای از این که جنگ و صلح افغانستان با کشورهای دور و نزدیک از امریکا گرفته تا پاکستان ربط دارد. عمران خان گفته از کاهش خشونت‌ها آتش‌بس پایدار و سراسری در افغانستان حمایت می‌کند. آقای خان که در افغانستان کشورش را حامی درجه یک طالبان می‌دانند، گفته بدترین سناریو برای مردم افغانستان تداوم جنگ است. او افزوده با تأمین صلح و ثبات در افغانستان پاکستان بیشترین سود را خواهد برد. نشست قطر و نتیجه آن برای افغان‌ها مهمترین مسئله است. نگاه‌ها به دو هیئت حاضر در آنجا دوخته شده که آیا به یکی از طولانی‌ترین جنگ‌ها پایان خواهند داد یا خیر. جنگی که هر ساعت آن کشته و زخمی دارد. علی حسینی، بی بی سی، کابل.
جنگ میان جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان بر سر قره‌باغ کماکان ادامه دارد. هر دو طرف از گلوله باران مناطق غیر نظامی خبر می‌دهند. در میان اعلام پشتیبانی ترکیه از جمهوری آذربایجان مناقشه را تشدید کرده. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه رفتار ترکیه را غیر مسئولانه خوانده. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان می‌گوید حمایت ترکیه از کشورش تنها حمایت معنوی است، اما رئیس جمهوری ارمنستان از سقوط یکی از هواپیماهای جنگی کشورش بر اثر آتش جت جنگنده ترکیه خبر داده. مرداد فرهمند گزارش می‌دهد. کانون جنگ در همان منطقه‌ای متمرکز است که عهدنامه گلستان در یکی از روستاهایش بسته شد. آن زمان روسیه به کمک ارمنی‌ها آمده بود تا از حاکمیت ایران جدایشان کند. امروز ترکیه علیه ارمنی‌ها به کمک آذری‌ها آمده. ارمنی‌ها به عنوان سند حضور مستقیم نظامی ترکیه لاشه جت سوخوی 25 خود را رو کردند که می‌گویند F-16 ترکیه از پایگاه گنجه بلند شده و آن را در آسمان ارمنستان زده. جمهوری آذربایجان میگوید سوخوی 25 ارمنی‌ها به کوه خورده. دیشب برنامه 60 ثانیه‌ای تلویزیون روسیه 24 رهبران دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان را از راه دور روبرو کرد. محور حرف هر دو تایید یکی و تکذیب دیگری درباره حضور نظامی ترکیه بود. آذربایجان دستک چوک گونلو شکلده دوام ادیور. ترکیه اصلا پنهان نمی کند که پشت جمهوری آذربایجان ایستاده. دیشب برج گالاتا در استانبول و برج های دیگری به نقش پرچم جمهوری آذربایجان و شعار یک ملتیم و دو دولت آراسته بود. همزمان رسانه‌های غربی از نیروهای سوریه‌ای خبر می‌دهند که ترکیه برای جنگ به جمهوری آذربایجان فرستاده. یکی از منابع این خبرها مزاحم سلوم است، سخنگوی پیشین یکی از گروه‌های مسلح سوری که آمریکایی‌ها آموزش دادند. خبر او درباره حضور نیروهای سوری زیر فرمان ترکیه در لیبی قبلاً درست از آب درآمده بود. مزاحم سلوم می‌گوید ترکیه 150 تن از این نیروها یعنی سپاه شام را از عفرین در شمال سوریه به جمهوری آذربایجان برده. به هر کدام معادل 1500 تا 1700 دلار دستمزد می‌دهد. بسم الله الرحمن الرحیم. یا شباب. اما نیروی بزرگتر اینها هستند. تیپ سلطان مراد. نیروهای عرب سوری که فرماندهانشان ترکمانان سوریه‌اند و برای ترکیه در لیبی می‌جنگند. مزاحم سلوم می‌گوید تا 2000 نفر از اعضای تیپ سلطان مراد در حال انتقال به جمهوری آذربایجانند. در این میان اگر قدرتی خارجی باشد که به ارمنستان کمک کند، روسیه است. تنها راه زمینی انتقال کمک روسیه به ارمنستان خاک ایران است. در شبکه‌های اجتماعی این نماها از کامیون‌های غیرنظامی ایرانی پخش شده که به نظر می رسد خودروهای نظامی و جنگ افزار روسی به سوی ارمنستان می برند. ارمنستان ها کمک. نه این چی می ده بو؟ رئیس دفتر رئیس جمهور ایران جمهوری آذربایجان را دوست و برادر خوانده و کمک به ارمنستان را تکذیب کرده. جبهه جنوبی جنگ بیخ گوش ایران است. این راکت هم از جنگ در رفته و در چراگاه‌های روستای خلف بیگلو شهرستان خداآفرین در خاک ایران افتاده. عملکرد دولت ایران در برابر جنگ قره‌باغ به کنار میان مردم ایران، اینکه به جنگ میان دو همسایه‌ای که زمانی بخشی از همین مردم بودند چگونه بنگرند، مناقشه کم نیست. مرداد فرهمند، بی بی سی. ژیار گل همکارم که این خبر رو دنبال کرده با ماست تا بیشتر در این باره صحبت بکنیم. ژیار، این شبه نظامیان سوری که با پول ترکیه به جمهوری آذربایجان اومدن چه کسانی هستن؟ خب یکی از اعضای این گروه که ظاهرا از ارتش ملی سوریه خوانده میشن که از سال 2017 بیشتر از شبه نظامیان اسلامگرای سوریه بودن که توسط ارتش و سازمان اطلاعاتی ترکیه اینا سازماندهی، آموزش و
تسلیح شدند و این گروه قبلا هم در سوریه علیه کردها در افرین و سرکانی استفاده شده بود. حالا یکی از این افراد که به گفته بی بی سی عربی با بی بی سی عربی صحبت کرده گفته صدها تن از اونا رو به مرز ارمنستان بردن، در کنار سربازان آذربایجانی هستن. ابتدا به اونا گفته شده که اونا فقط به این به آذربایجان اعزام خواهند شد تا از پایگاه‌های مرزی حفاظت بکنن، اما این شخص به بی بی سی گفته آنها خودشون رو در خط مقدم جبهه دیدن و الان هم دارن اونجا می جنگن و به گفته این شخص قرار شده ترکیه به ازای هر ماه حضور در اونجا $2,000 به اونا پول پرداخت بکنه. و جیار، این موردی که الان شاهدش هستیم که پول میدن به سربازان کشورهای دیگه که برن یه جای دیگه بجنگن، جای دیگه هم دیدیم، در سوریه دیدیم، در لیبی دیدیم، این چه تبعاتی میتونه داشته باشه برای اون کشور؟ خب ببینید، در لیبی هم ابتدا ترکیه این رو نفی کرد، الان هم ترکیه و آذربایجان این اتهامات رو رد کردن، چرا که ارمنستان، دولت ارمنستان گفته بود هزاران تن از این شبه نظامیان به آذربایجان اعزام شده. در گذشته هم ترکیه این کار رو کرد و الان آشکارا هم درباره اون حرف میزنه. فراموش نکنید سال گذشته هم وقتی که بی بی سی در یک تحقیقی ثابت کرد که دولت ترکیه شبه نظامیان سوری رو، همین گروه رو داره به لیبی میفرسته که از دولت در بنغازی علیه گروه دیگه در لیبی استفاده بکنه، اون موقع این رو رد کردن، اما بعدها مشخص شد که این گروه اونجا اعزام شدن و از نیروهای حمایت میکنن که مورد حمایت ترکیه هستش و الان که ترکیه دیگه عملا و آشکارا نیروی نظامی به لیبی فرستاده. به همین جهت هم این اتفاقی که الان امروز ما درباره آذربایجان میشنویم غیر منتظره نیست. در گذشته هم ترکیه از این نیروها برای منافع خودش استفاده کرده و حالا گرچه این رو تکذیب میکنن، اما همه نشانه ها حاکی از اینه این گروه ها و شبه نظامی ها احتمالاً به آذربایجان اعزام شدن. متشکرم ازت همکارم ژیار گل، با ما ممنونم. نگاه کنیم به چند خبر کوتاه. دولت بریتانیا به دنبال ساخت یک اردوگاه نگهداری از پناهجویان در جزیره‌ای در اقیانوس اطلس است. جزیره اسنشن یکی از گزینه‌های پیشنهادی برای ساخت این کمپ است که 8000 کیلومتر با بریتانیا فاصله دارد. مسئول سیاست‌های داخلی حزب کارگر، حزب اصلی مخالف دولت، این طرح را غیرانسانی و پرهزینه خوانده. بریتانیا با بحران ورود غیرقانونی پناهجویان از طریق کانال مانش روبروست. بسیاری از این پناهجویان شهروندان ایران و افغانستان هستند. سازمان بهداشت جهانی متعهد شده که در مورد ادعای سوء استفاده جنسی امدادگرانش از زنان در جمهوری دموکراتیک کنگو تحقیق کند. مأموریت این امدادگران مقابله با ابولا بوده. تحقیق مشترک دو آژانس خبری نشان می‌دهد که 50 زن کارکنان سازمان بهداشت جهانی و چند سازمان امدادی دیگر را در این زمینه متهم کردند. سازمان جهانی بهداشت گفته که هر کس به عنوان مسئول و مشارکت کننده در این اقدامات شناسایی شود، با عواقب جدی از جمله اخراج فوری مواجه خواهد شد. هیئت مدیره باشگاه فوتبال استقلال احمد سعادتمند را از مدیر عاملی این باشگاه اخراج کرد. در بیانیه هیئت مدیره دلایل مختلفی برای این تصمیم ذکر شده، از جمله اهمال در پرداخت معوقه مربی سابق و خدشه‌دار کردن اعتبار باشگاه. آقای سعادتمند بعد از حذف استقلال از لیگ قهرمانان آسیا در مصاحبه ای تند بازیکنان استقلال را به خوشگذرانی در قطر متهم کرده بود. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک با ما هستند. آقای رستم‌پور خوش اومدید به برنامه. به نظر میاد که توی مدت کوتاهی که آقای سعادتمند مدیر عامل باشگاه استقلال بود با همه یک مشکلاتی داشت، از هیئت مدیره گرفته تا خود بازیکنان، هواداران، کادر فنی. درود بر شما و بینندگان محترم. همینطوره، یعنی اسفند پارسال وقتی او انتخاب شد برای مدیر عاملی باشگاه استقلال، خود من به عنوان یه روزنامه‌نگار ورزشی نوشتم که او اعتبار باشگاه استقلال رو خدشه‌دار خواهد کرد و می‌بینیم که بعد از 9 ماه خود باشگاه در بیانیه‌اش همین رو قید می‌کنه. خب چرا باید این فرصت رو استقلال از دست بده طی این مدت و چقدر آسیب ببینه در نهایت، در حالی که مهمترین پرونده باشگاه استقلال مطالبات وینفرید شفر بود؟ آقای سعادتمند به جای اینکه با او به توافق برسه، فرصت‌ها رو یکی پس از دیگری از دست داد و بعد راهی ایتالیا شد و گفت که مذاکراتی رو با استراماچونی انجام داده
دیروز دیدیم که خود استراماچونی دیگه اومد و استوری به زبان فارسی در اینستاگرام منتشر کرد و سعادتمند رو دروغگو خطاب کرد و اتفاقات قطر رخ داد. قبل از اینکه تیم بره قطر، باشگاه استقلال چند بازیکن جدید رو به خدمت گرفت ولی با پنجره بسته نمیتونست از اون استفاده کنه و کماکان نمیتونه. ضمن اینکه خب خود کدورت شخصی آقای سعادتمند با فرهاد مجیدی باعث شد تا تیم منسجم و منضبطی که مجیدی در واقع تونسته بود بعد از رفتن استراماچونی حفظ کنه و نتایج خوبی هم به دست آورده بود، مجیدی رفت، استقلال الان سرمربی هم نداره و اینکه می‌بینیم بازیکن‌ها استوری می‌ذارن، بی‌انضباطی، رفتار غیر حرفه‌ای، اون چه که خود آقای سعادتمند استفاده از قلیون و درگیری در فرودگاه و دخالت پلیس فرودگاه دوحه، همه اینها طبیعتاً در شأن باشگاه استقلال نیست و زودتر از اینها باید آقای سعادتمند می‌رفت ولی سرانجام این اتفاق افتاد. خب حالا چیزی نمونده تا فصل جدید، توی این مدت فکر می‌کنید چه کسی جایگزین میشه و توی این مدت کوتاهی که مونده فکر می‌کنید استقلال بتونه خودش رو آماده کنه واسه فصل جدید؟ متاسفانه تنها کاری که وزارت ورزش میتونه انجام بده اینه که یک نفر دیگر رو به جای سعادتمند بذاره، همونطوری که آقایان فتحی، خلیلزاده، فتح‌الله‌زاده، پیش از اونها افتخاری، یکی پس از دیگری اومدن و رفتن و مشکلات استقلال حل نشد به خاطر اینکه این سیستم و ساختار در ورزش کشور مشخصه که بی نتیجه است، یعنی موفقیت‌ها مقطعیه و ناکامی‌ها و نابسامانی‌ها مدت داره. از این لحاظ تنها دل در واقع چیزی که هواداران استقلال میتونن بهش دل ببندن اینه که یک مهره‌ای که به جای سعادتمند میاد در واقع کاربلد باشه، استقلال رو بشناسه، با فوتبال آشنا بشه تا بتونه بخشی از این مشکلات رو حل کنه و الا با ادامه این روند و خصوصا مشکلات بسیار پررنگ اقتصادی که ورزش کشور رو فلج کرده نمیتونیم چشم انداز روشنی نه برای استقلال به طور کلی برای ورزش کشور پیش بینی کنیم. متشکرم از توضیحات شما. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک با ما، ممنونم. با این گفتگو به پایان این بخش خبری رسیدیم. اگر بخشهایی از اون رو از دست دادید، تا لحظات دیگه با خلاصه خبرها باز هم با شما خواهم بود.